آدم ها از عشق، از جنگ، از پیروزی و شکستاشون داستان می سازن. شاهنامه یک اثر حماسه تاریخی است. با شاهنامه داره تاریخ جهان، تاریخ تمدن جهان رو شکل میده. این داستان ها وجود داشته، در کتاب ها موجود بوده است، فردوسی اینها رو به نظم در آورد. یار یعنی کوه، یعنی شاهی که در کوه زندگی میکرد. وقتی که آتش پیدا شد به نتیجه خیلی چیزها ساخته میشه. وقتی که سلم و تور میبینن بهترین جای ممکن که ایرانه، یعنی قلب و کانون حکومت و شهریاری رو پدر به ایرج داده، اینه که حسادت و کینه ورزی اینها زبانه میکشه. جمشید آنچنان نیرومند، آنچنان بلند پایه بود که تاب نیاورد آن مایه بلندی و ارجمندی را. ما زمانی می توانستیم فردوسی رو به عنوان شاعری نژادپرست و شاهنامه را به عنوان اثری نژادپرستانه مطرح بکنیم که تمام نقد و نکوهش های موجود در متن معتبر شاهنامه علیه اقوام غیر ایرانی بود. نکوهش و سرزنشی که از شاهان بیدادگر در شاهنامه داریم باز در هیچ کتاب در هیچ حماسه‌ای نداریم. فردوسی به هیچ وجه طرفدار جنگ و خشونت نیست، ولی خب جنگ و خشونت رخ داده و بنابراین اون نمیتونه اینو حذف بکنه از داستانش.